حقیقتا زندگی رو بسیار تنگتر میکنه به بر شهروندان اهل سنت ایران. اگر ما نگاه کنیم در قانون اساسی نظام فعلی، نظام ولایت فقیه، اصل 50 قانون اساسی اومده در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می شود. یعنی در این نظام حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشه. بعد میگه چی؟ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است. ولی یعنی هر گونه فعالیت اقتصادی، هر فعالیت دیگری که در راستای نتیجهش بشه تخریب محیط زیست هر کجای ایران، این فعالیت ها باید ممنوع بشه. ولی ما میبینیم در مختصرا عرض کنم خدمت شما، وقتی که ما میبینیم در بلوچستان حقیقتا خشکسالی، مسائل نمیدونم آتش سوزی نخلستان ها و بسیاری از مسائل دیگه که اونجا انشاءالله اگر مهمان منتشری بیاره جناب آقای عبدالرؤوف ملاذی در این مورد صحبت خواهند کرد، مشکلات زیادی رو داریم. در کردستان ما میبینیم که آتش سوزی گسترده جنگل ها رو میبینید در کردستان. البته کردستان به سبب نمیخوام زیاد خودم صحبت کنم، مهمان برنامه رو داریم جناب آقای کریمی، صحبت ها رو ایشون انشاءالله بیشتر بفرمایم. کردستان به سبب ویژگی های اقلیمی خودش که داره، دارای پوشش گیاهی و جنگلی مناسب، وجود تالاب های مختلف، زیستگاه انواع حیوانات وحشی، رودخانه های دائمی، تنوع زیستی گیاهی و جانوری منحصر به فرد هستش. ولی سیاست های رژیم در این مورد حقیقتا همیشه در راه تخریب آنچه که در به محیط زیست کردستان ربط داره خصوصا، و در دیدیم در جریان اخیر آتش‌سوزی جنگل های مریوان هم جان بسیاری از فعالان محیط زیستی رو اونجا هم گرفت. من خودم نمیخوام بسیار زیاد وارد این موضوع بشم، میخوام بریم خدمت انشاءالله اولین مهمان برنامه جناب آقای حسن کریمی که شخصیت شناخته شده ای هستش. ایشون جدای از اینکه فعالیت خودشون رو دارن به عنوان یک مجری برنامه در برنامه های مختلف تلویزیون، عضو شورای مرکزی جبهه اهل سنت هم هستن. جناب آقای کریمی به برنامه گفتگو خوش آمدید. خواهش میکنم. منم سلام دارم خدمت شما آقای باسامی عزیز و همچنین تمام بینندگان و شنوندگان شبکه جهانی توحید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. خدمت از ما جناب آقای کریمی عزیز. اولا اگر یک سوال کلی شروع کنیم، این تو شما به عنوان یک اهل سنت، به عنوان یک کرد که سیاست های رژیم رو در بعد محیط زیستیش نسبت، نه تنها نسبت به کل ایران، خاصتا نسبت به مناطق اهل سنت چطور برآورده می کنید؟ آقای باسامی، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، جا داره که انشالله ما یک بحثی رو به عنوان مقدمه داشته باشیم، و اونم اینه که جمهوری اسلامی ایران یک کشور بحران زده است و همیشه بحران رو با بحران جواب داده. یعنی من قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشم، که بحث افرادی که در آتش سوزی که در مریوان اتفاق افتاد وارد اون بحث بشم، میخوام قبلش در مورد وقایعی که امروز اتفاق افتاد یک کمی با هم گفتگو داشته باشیم. متاسفانه امروز ما شاهد این بودیم که 3 تن از شهروندان کرد امروز 17 شهریور ما اعدام شدند، و چند ساعتی بعد از این اعدام نیروهای جمهوری اسلامی ایران، یا بهتر بگیم سپاه پاسداران، مقرهای حزب دموکرات کردستان رو توپباران کردند که عده‌ای بر حال در این جریانات کشته و زخمی شدن. حالا این اتفاق کی میفته؟ درست یک روز، یا بگیم چند ساعتی بعد از اینکه کنسولگری ایران در شهر بصره توسط مردم معترض تسخیر میشه. این رو ما همیشه باید انتظار داشته باشیم. یعنی به عنوان تجربه، من خودم این رو بارها و بارها دیدم که هر جای ایران دچار شکستی شده، فوراً به حالت انتقام جویی اومده از فعالان اهل سنت، از فعالان مدنی، از فعالانی که بر حال مثل این سیستم حکومتی نمیخوان فکر کنن، یعنی اومده انتقام گرفته. و من دیشب که این اتفاقات افتاد،
یعنی خیلی ناراحت بودم، گفتم احتمال داره که فردا این افراد رو اعدام کنن و خدای نکرده احتمال داره اتفاقات بدتری هم بیفته، که دقیقا مثل سابق همین قضیه اتفاق افتاد. حالا برگردیم به مریوان. جریان مریوان از کجا شروع شد؟ وقتی مردم معترض شدن به بیکفایتی شهردار مریوان که در جمعی زباله های شهری متاسفانه نمیتونست اونجوری که لازم خدمات رسانی کنه و به مردم شهر خودش خدمات لازم رو ارائه بده، مردم اعتراض کردن و مردم کمپین هایی رو تشکیل دادن و درخواست داشتن به عنوان افراد جامعه که تا کی ما باید این وضعیت رو تحمل کنیم. باز هم یعنی من اون شب گفتم احتمال داره فردا بازی اتفاقی بیفته، چون این سیستم، این نظام، نظامیه که بحران رو با بحران جواب میده. هیچ موقع نخواسته که صورت سوال رو مطرح کنه و به اون پاسخ بده، اومده صورت مسئله رو پاک کرده و گفته بله قضیه حل شد. دقیقا در مریوان هم همین اتفاق افتاد، اومدن به جای اینکه پاسخگوی مردم باشن، حالا ادعی رو که گرفتن اینکه بحث جداگونه، روز بعدش با توپ باران کردن مناطق جنگلی مریوان که کسایی که تشریف برده باشن مریوان میدونن که این مناطق جنگلیه و با کوچکترین آتش سوزی احتمال داره خیلی سریع توسعه پیدا کنه، یعنی این با آتش سوزی معمولیه، حالا اگر توپ باران باشه که خیلی وحشتناکتره. متاسفانه به جای اینکه پاسخگو باشن مقامات جمهوری اسلامی ایران که نماینده هاشون در شهرستان مریوانه، اومدن باز صورت مسئله رو پاک کردن و دوباره یک بحران دیگه رو ایجاد کردن و اومدن با توپ باران کردن این مناطق متاسفانه باعث شدن که 4 شهروند مریوانی در اون حادثه که جز فعالان محیط زیست بودن به حال نتونستن، یعنی وسعت آتش به قدری زیاد بود و کمکاری هم از طرف حکومت باز به قدری زیاد بود که این افراد نتونستن و زنده زنده متاسفانه در آتش سوختن، که افراد دیگه هم به حال زخمی شدن. حالا باز اینم بحث جداگونه ایه. اما اینکه جمهوری اسلامی ایران، ما با یک سیستم حکومتی روبرو هستیم که به غیر از اون افکار رادیکال خودش هیچ چیز رو قبول نداره و تمام سعی و تلاشش بر اینه که همه چیز رو در خدمت ترویج فکر خودش یعنی قرار بده و براش هم فرقی نمی کنه و به هیچ کس هم رحم نمی کنه، به دریا رحم نمی کنه، به زمین رحم نمی کنه، به خشکی رحم نمی کنه، به آب و هوا رحم نمی کنه، به انسان، اصلا به هیچ چیزی رحم نمی کنه و سعی می کنه تمام امکاناتی که در دسترسش هست اون رو در جهت ترویج افکار خودش قرار بده و این رو یک افتخار بود. به هر حال ما با یک حکومت ایدئولوژیک مواجه هستیم، ما با یک حکومت عادی و نرمال مواجه نیستیم، ما با کسایی مواجه هستیم که حاضرن همه چیز رو فدا کنن، همه چیز از بین بره، اما فکر خودشون، منهج خودشون به هر حال جلو بره و این بسیار خطرناکه، واقعا خطرناکه، چون این افراد هیچ چیزی دیگه سرشون نمیشه، یعنی حاضرن دیدیم دیگه دریا رو به خاطر منافع خودشون، به خاطر بقای خودشون بفروشن خیلی راحت، حاضرن زمین ها رو به آتش بکشن، حاضرن جون انسان ها رو بگیرن، حاضرن همونطوری که این کار رو کردن ده ها مادر رو داغدار کنن، حاضرن ده ها فرزند رو یتیم کنن، اما کرسی لرزان خودشون از این لرزانتر نشه. بله جناب کریمی، درسته که خب بینشی که یک نظام داره در ابعاد مختلف، این بینش هستش که سیاست‌هاشو در ابعاد مختلف نیز تنظیم میکنه، ولی خب هر نظام جدایی از این که چه بینشی رو داره، چه ایدئولوژی رو داره، وقتی که دراز مدت حتی کوتاه مدت به بعضی از کاراش نگاه کنه، میتونه نتیجه های بسیار وحشتناکی رو در راستای تحکیم خودش و وجود و ماندگار بودن خودش داشته باشه. مثلا کشوری که با بحران انرژی روبرو بشه، مثلا کشوری که با بحران خشکسالی و بی‌آبی روبرو بشه، خب این پایه های این حکومت و این هر نظامی رو میتونه متزلزل کنه. خب اگر بمونیم در کردستان، شما به عنوان یک شهروند کرد، یک فعال کرد و امروز در جبهه اهل سنت ایران عضو شورای مرکزی هستید، میبینیم در جنگل های کردستان، در هر جای جنگل ها
مثلا بنده در سوئد زندگی می کنم. اگر کشور سوئد رو نگاه کنید دقیقتا، یعنی بجز جنگل چیزی بسیار زیادی رو نداره، بعضی از معادن رو داره. بله مثلا در صنعت و تکنولوژی در بعضی صنایع پیشرفته هستش. من میخوام روی فقط منابع طبیعی صحبت کنم. یکی از ثروتهایی رو که داره جنگل هستش. اینا از جنگل‌های خودشون بهترین استفاده ها رو میکنن. اگر جایی رو بردارن که ازش استفاده کنن، میبینیم بعد از مدتی همانجا جنگل میکارن برای نسل‌های آیندهشون. سعی میکنن این جنگل‌ها رو حتی بیمه کنن. اینجا آتش سوزی های در سوئد امسال به خاطر به هر حال غیر عادی بودن دمای هوا رخ داد. اومدن حتی برای اولین بار در سوئد، برای میتونم بگم در جهان، حتی آمریکایی ها اومدن کپی کردن این فکر رو، اومدن از هواپیما ها از ارتش خودشون استفاده کردن برای خاموش کردن به هر حال آتش سوزی به شیوه بسیار مدرنی، چون این ثروت طبیعی هستش و این ثروت طبیعی استفاده صحیح از این ثروت طبیعی میتونه به بقای عمر به بقای نظام کمک کنه. ولی در کردستان چی مثلا؟ کردستان بعضی از مناطق جنگلی هستش، با وجود اینکه کردستان و کل ایران روی نفت خوابیده، روی گاز خوابیده، خب این مناطق، این جنگل ها متاسفانه گاهن به عنوان سوخت ازشون استفاده شد و گاهن هم میبینیم، یعنی آتش سوزی های عمدی از طرف نیروی نظامی یک نظام. یعنی اینا چطور فکر میکنن؟ و جدای از اینکه به هر حال اگر از اینجا بمونیم در مسئله جنگل ها، اونجا انجمن سبز چیا بود در کردستان، خب اینا کار سیاسی انجام نمیدادن، فقط میخواستن به هر حال این جنگل ها حفظ بشه. حفظ این جنگل ها هم خب به بهتر شدن زندگی مردم، به بهتر شدن وضعیت اقتصادی، به سلامتی مردم منطقه کمک میکنه و در کل به سلامتی ایران و حتی میتونه یک فاکتوری باشه در راستای بقای این نظامی که به هر حال کم و بیش عجیب و غریب فکر میکنه و سیاست هاش رو تنظیم میکنه. خب شما این تخریب ها رو آیا یک نمونه حقد مذهبی در مقابل کرد، یک حقد ملی، این رو اینطور نمیدونید تفسیر کنید؟ و البته خب این حقد اینا رو کور کرده که نتونن به وجه احسن از این ثروت خدادادی استفاده کنن در راستای بقای خودشون هم. آیه باسامی، مطالبی رو که شما فرمودید بله درسته، واقعیت امرم باید همینجوری باشه، اما خب این مصداقیت ها و این موارد در مورد کشورهایی که حداقل انسانیت رو قبول داشته باشن. الان متاسفانه ما میبینیم آمار بازداشتی کسانی که به عنوان فعالان محیط زیست در ایران هستن بسیار در این ماه های گذشته بالا رفته. جمهوری اسلامی ایران هر کسی که بخواد به حال جامعه رو روشن کنه، هر کسی که بخواد مشکلات رو برطرف کنه، اما خب در راستای اهداف نظام نباشه، اونا رو حذف میکنه. همونطوری که ما شاهد این قضیه هستیم، هواپیمایی که در کوهگیلوی بوی رحمت به طرز مشکوکی سقوط کرد، تعداد زیادی از این افراد فعالان محیط زیست بودن و این شاید اگر در هر جا یا هر کشور دیگه این اتفاق میافتاد، به هر حال همه مسئولان اعتراض میکردن و پیگیری های قاطعانه ای رو انجام میدادن. اما خب ما در جمهوری اسلامی ایران هستیم و به هر حال با مشکلات خاص خودش باید مردم زندگی کنن. اما در مورد سوالی که فرمودید، بله مناطق کردستان با توجه به آب و هوایی که داره، ما شاهد هستیم در بیشتر مناطق شاهد جنگل هایی رو هستیم که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب به بهانه مبارزه با گروه های کرد اپوزیسیون اومد بسیاری از این مناطق رو بر حال جنگل هاش رو از بین برد، و یا اینکه هر شاهدش هستیم که من خودم الان چند سالی از ایران خارج شدم، اما در این فصل که گیاه ها خشک میشن خیلی راحت به بهانه های مختلف، و این تکراری شده دیگه برای مردم، جنگل ها رو آتش میزدن، کوه ها رو آتش میزدن. خب میدونیم احزاب اپوزیسیون کردی هم برای کارهای چه تبلیغاتی و یا نظامی میان در این کوه ها موندگار میشن و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران خیلی راحت میان این کوه ها رو آتش میزنن. همونطوری که الان تقریبا یکی دو روز گذشته ما کوه آربابا که دقیقا داخل شهرم هست باز دچار آتش سوزی شده و باز مردم رفتن، یعنی این آتش رو خاموش کردن، و این نکته بسیار منفی و برگه ننگین دیگه برگه های ننگین دیگر جمهوری اسلامی ایران که در تمام این کارها که وظیفه دولته
و نظام باید وقتی بوجه های کلانی را برای کشتن انسان های بیگناه در سوریه و یمن و افغانستان و پاکستان و هر جای دنیا که دستش برسه بر حال در نظر میگیره، اما برای خدمات رسانی، اما برای مشکلاتی مثل این، حالا ما فرض رو بر این میگیریم که بله جمهوری اسلامی ایران این کارا رو انجام نمیده، اما خب چرا باید یک انجمنی نباشه، چرا باید یک سازمانی نباشه که بیاد اگر خدایی نکرده آتش سوزی شد فوراً بیاد این رو خاموش کنه؟ یعنی سوال الان اینجاست، حالا ما این رو بر فرض محال میگیم بله اصلا بهانه گروه های کرد اپوزیسیون نیست، جنگل ها خودش آتش میگیره، خودش بر اثر گرما همینجوری آتش میگیره، خب چرا جمهوری اسلامی ایران که الان ادعا میکنه بله من هواپیمای کوثر رو درست کردم، چرا نمیتونه یک هواپیمایی رو درست کنه در خدمت آتش نشانی باشه؟ چرا نمیتونه خدماتی رو ارائه بده، انجینیرهایی رو ساپورت کنه، بهشون بودجه بده که بتونن در خدمت جامعه باشن، به جامعه خدمت کنن؟ و این باعث میشه که نارضایتی های مردم روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر بشه. البته این خب طبق معمول جمهوری ولایت فقیه به قانون اساسی خودش در ابعاد مختلف عمل نکرده. این اصل پنجام همونطور یک اصل مرده به هر حال به دنیا اومد و از دنیا خواهد رفت. حالا برمیگردیم به یکی دیگر از منابع طبیعی در که تأثیر بسیار مهمی در زندگی ما انسان ها داره، منابع آبی در کردستان و در مناطق کردنشین. ما میبینیم خب شاهد خشکی دریاچه ارومیه هستیم و این روزا هم خیلی خیلی به حال حرف و حدیث های بسیار زیادی هستش در مورد اینکه زرهبار مریوان بزرگترین دریاچه شیرین جهان آنطور که شنیده میشه و گفته میشه در محاصره فضولات و زباله ها قرار گرفته، یعنی به یک منبعی قرار گرفته که دیگه فضولات دور از روی شما به بینندگان محترم و زباله ها اونجا جمع میشن. اینجا هم یک چیزی رو خدمت شما عرض کنم، بعضی چیزها اصلا ربطی به ایدئولوژی نداره، ما انسان ها خب در بعضی از چیزها مشترکیم، این که بتونیم زندگی دنیوی خودمون رو به شیوه تنظیم کنیم که بهترین استفاده رو از نعمت های خدادادی در طبیعت که نهاده برای ما در هر جغرافیایی از زمین که زندگی می کنیم استفاده کنیم. منابع آبی هم از اینه، نمونتا اینجا در سوئد مثلا خدمت شما عرض کنم، خب ما چرا نباید این چیزها رو کپی کنیم و اونجا عملی کنیم؟ اینجا وقتی که یعنی آب فاضلاب ها که به دریاچه ها ریخته میشه، سوئد هم که دریاچه های بسیار فراوانی رو داره، آب دریاچه ها که به آب فاضلاب ها که به دریاچه ها ریخته میشه با وجود اینکه تمام مواد شیمیایی نمیده انواع شامپو و هر چیزی که درش هست گرفته میشه، یعنی آبی که وارد دریاچه ها میشه یک آب پاک هستش، یعنی این گردش رو اینجا درست کردن. خب اینجا نسبت به کشوری که حقیقتا مشکل کمابی نداره، ما در محاصره آب هستیم اینجا در سوئد، ولی در مناطق ما در خاورمیانه و در کردستان، کردستان یکی از امتیازاتی که داره اونه که منابع آبی خاص خودش رو داره. خب چرا نباید یک نظامی، دوباره من این رو عرض میکنم، برای بقای عمر خودش هم که باشه، این منابع، این ثروت طبیعی بسیار مهم رو در حالی که در قسمت های وسط در ایران در مناطق مختلف که مشکل کمابی هستش این ثروت ها رو نتونه تنظیم کنه، نتونه حفظشون کنه، یعنی اینکه یک سیستمی رو که بسیار هزینه بردارم نیست، یک سیستم مثلا تصفیه فاضلابی رو به جریان بیاندازه که مثلا زرهبار مریوان به جای اینکه یک منبع آبی باشه، به جای اینکه یک منطقه توریستی باشه، به منطقه به محل فاضلاب ها و فضولات تبدیل نگرده و مثل دریاچه ارومیه نگرده. شما این رو چطور میبینید جناب آقای کریمی؟ این سیاست های نظام مثلا شهرداری مریوان، شما از مسئله جمع کردن پسمانده ها به هر حال صحبت فرمودید، این سیاست ها رو اینجا چطور میبینید؟ این شهرداری ها استانداری ها چه کار میکنن اونجا؟ آقای باستان، ما یکی از مشکلات اساسی، یعنی علاوه بر مشکلات اساسی دیگه‌ای که جمهوری اسلامی ایران داره و بخوایم در موردش حرف بزنیم، اینه که هیچگاه در پست‌های کلیدی افراد متخصص و کسایی که تخصص داشته باشن و اهل فن باشن گماشته نمی‌شوند و این یعنی از همون رهبرش گرفته تا پایین‌ترین ارگان‌ها و سازمان‌ها ما شاهدش هستیم و برای مثلا استخدام حتی در رشته‌های معمولی و غیر تخصصی هم باز اونا یک سری
فاکتورهایی رو دارن و این رو اعمال میکنن. برای اینی که ما میبینیم خیلی از مشکلات اساسی که خارج از قضیه سیاست که سیاست هم در این تداخل داره، اما خب خیلی از مشکلات مثل همین مشکل محیط زیست هم که ما شاهدش هستیم برمیگرده به اینکه افراد متخصص متاسفانه در اون پست‌های کلیدی و اصلی گماشته نشدن و این باعث میشه که خب وقتی یک در قضیه بسیار مهمی مثل محیط زیست افراد غیر متخصص در اونجا بیان برنامه ریزی کنن، نتیجهش همینی میشه که ما میبینیم. آقای باسامی، ما کشورهایی رو داریم که بسیار به لحاظ خشکسالی بله، صدای آقای کریمی رو بنده ندارم. آقای کریمی صدای بنده رو دارید؟ آقای کریمی بله، سعی می‌کنم دوباره ایشون رو به برنامه بیارم انشاءالله. ببینیم که خدا کنه مشکل فنیشون حل بشه. دوستان عزیز، به هر حال ما مافیای رسانه‌ای جمهوری ولایت فقیه رو نداریم که اخیراً بیننده هم نداره. سعی میکنیم با اقل امکانات در خدمتتون باشیم. ببینیم آقای کریمی هستن. جناب آقای کریمی تشریف دارید شما؟ اگر یک کمی صبر رو انشاءالله داشته باشید حتما مشکل حل میشه. خب بنده برنامه رو تنها میرم تا که ایشون تشریف بیارن. بله، در مورد این کاک حسن، کاک آقای کریمی حالا صدای بنده رو دارید؟ حالا بله، من صدای شما رو دارم. دوباره بله. خب جناب آقای کریمی، شما در این مورد فرمودی که خیلی خیلی نکته بسیار ظریفی هم بود و این یکی از سیاست های نظام به یک نظام تندرست هستش، اینطور بگم، جدای از اینکه چه ایدئولوژی رو داره. بعضی چیزها رو اصلا نباید به ایدئولوژی وصل کرد. خب اینکه از نیروهای متخصص کار رو به کاردان بده، از این صحبت می‌فرمودید که فرمایشات شما قطع شد. خب چرا از نیروهای متخصص استفاده نمی‌کنه؟ بعد فقط با جناق و نمی‌دونم پسر خاله و پسر عمه در رأس امور باشن؟ دقیقا، متاسفانه این سیستم حاکم است و در تمام ارگان‌ها این اعمال میشه و نتیجهش همینه که ما میبینیم. همونطوری که خدمتون عرض کردم، نمیدونم حالا این مقاطع از حرفام رو اون موقع تماس قطع شده بود یا نه، ما کشورهای مثل کویت، مثل امارات و کشورهای حوزه خلیج رو شاهدش هستیم که در بدترین شرایط ممکن برای قضیه آب هستن و خیلی هم از ایران بی آبتر هستن، اما هیچگاه ما شاهد این نبودیم که حتی برای یک روز مردمش با این قضیه یعنی مواجه بشن یا حتی به فکرشون هم برسه که بله ما یک روزی با مشکل کمبود بیابی مواجه هستیم. و این برمیگرده به کسایی که دارن برنامه ریزی میکنن، چون این افرادی هستن در این کشورها متخصص هستن و اگر متخصص های داخلی هم نداشته باشن، خب از جاهای دیگه اهل فن رو آوردن و از خدمات این افراد و از تخصص این افراد استفاده کردن به نفع جامعه خودشون. و اینه که ما میبینیم هر روز جامعهشون رو به ترقیه و مردمش از برحال محیط اطراف خودشون راضی هستن. اما در ایران قضیه کامل متفاوته. ما در ایران کسایی رو یعنی به عنوان متخصص که در اصل هیچ تخصصی هم ندارن و بعضا مدرک هاشون رو جعل کردن، مدارک دانشگاهیشون رو، مدارک تحصیلیشون رو، ولی خب به هر حال به خاطر نسبت هایی همونطوری که شما هم فرمودید فامیلی که دارن، اینا الان مسئول فلان اداره هستن، مسئول فلان ارگان هستن و نتیجهش همین میشه. ساخت بیرویه صدها در کل ایران، در صورتی که اینا هدفشون این بود که بله سدسازی در هر جایی که باشه میتونه باعث شکوفایی بشه، اما خب سدسازی هایی که بدون تخصص و بدون برنامه ریزی همینجوری دعا
درست شده بود. این خودش یکی از عوامل یعنی خشکسالی تو منطقه است. اصلا من در جنوب ایران یک مثالی رو برای شما بزنم که الان خود مسئولان ایران هم به این قضیه اعتراف کردن. مردم محلی در خوزستان اعتراض کردن وقتی خواستن یکی از سدها رو ببندن، مردم اعتراض کردن، گفتن این کوه کوه نمکه، اگر شما اینجا سد سازی کنید و آب اینجا جمع بشه، تمام این آب میشه آب شور و غیر قابل شرب، و اگر این آب پخش بشه کل منطقه میشه شورزار. و متاسفانه جواب مردم رو ندادن، یعنی مردم با تجربه خودشون این رو گفتن به مسئولان، اما مسئولان به هر حال هیچ اعتنایی به این حرفان نکردن و اونها سد رو درست کردن و آب به این کوههای نمکی رسید و یک شورزار بزرگ درست شد. اینه که الان ما وضعیت مردم خوزستان رو میبینیم. در کردستان هم همین وضعیت حاکمه. ما منابع آبی بسیار بسیار فراوانی رو داریم، منابع طبیعی بسیار زیادی رو داریم، اما سوء مدیریت مشکل اصلی در کردستان هست. کسایی که تخصص دارن، کسایی که ما افرادی رو در کردستان داریم متاسفانه که ویدیوش هم چند ماه قبل پخش شد، جارو میکشیدن در جنوب ایران، جارو میکشیدن در صورتی که مدارک تحصیلی عالی داشتن و اهل فن و تخصص بودن، اما به این افراد کار نمیدن، میان به کسای دیگه چون سهمیه بسیج دارن، سهمیه سپاه دارن، خانواده شهید هستن، فلان هستن، اینا رو میارن سر کار و اینا هم هیچ، باز همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تخصصی ندارن. وقتی در امور کشورداری تخصص نباشه، نتیجهش این آشفتگی که ما در جامعه میبینیم میشه. در اقتصاد، در سیاست، در محیط زیست، در هر قضیه‌ای، ما اگر حتی در مسائل دینی، آیه واسامی، اگر شخص غیر متخصصی بیاد وارد این حیطه بشه، مطمئناً بر حال قیامت اون شخص رو، من به عنوان مثال در مسائل دینی و مذهبی عرض کردم، قیامت اون شخص رو حالا برباد میده، دنیاش که هیچی. دقیقاً در مسائل دنیایی هم همین قضیه حاکمه، همین سیستم حاکمه. اگر ما به اهل فن و تخصص رجوع نکنیم، ما شاهد این مشکلات هستیم. بله، البته اون دوستی رو که فرمودید دکتر به نظرم صلاح الدین بود، به نظرم جارو که بیکار بود و جارو میکشید در یکی از مناطق، به نظر تنها دکترای منابع زیرزمینی هم بود، منابع آبی بود که ازش استفاده نکرده بودن. و آنچه رو که شما، البته که نقطه سومی بود که بعد میخواستم بهش اشاره کنم، مسئله سدها بودش که این سدسازی ها رو شایع پراکنی هستش که گویا برای دزدی آب منطقه کرد، مناطق کردنشین بوده، که البته حرف و حدیث هایی در این مورد هست تا اندازه یا مستند، یعنی نه تنها که محیط رو تخریب کردن بلکه آب رو هم دزدیدن، به گویا که به کربلا و نمیدونم به مناطق دیگه، به نجف، به هر حال میخوان این آب رو منتقل کنن. حالا سوال آخر رو در این مورد میخوام شما مطرح کنم. البته سوال آخر یه موضوع دیگری هستش، مسئله پسمانده های شهری. اینجا بنده یه روزی حقیقتا، اولا اینجا که من زندگی میکنم، مسئله زباله ها رو در کل اینجا این زباله ها رو دستبندی میکنن و گردش بسیار زیبایی رو ما در شیوه استفاده دوباره از اینها میبینیم که در نهایت مثلا زباله ها رو بعضی هاشون ازش انرژی میسازن، بعضی هاش یعنی انرژی سوخت ماشین ها، بعضی هاش رو به عنوان وسیله برای گرم کردن آب. اینجا مثلا یک کارخانه بسیار بزرگی هست در این شهر ما که روی این میچرخه. بعد این کارخانه دور طوری تنظیم شده که گازهایی رو که به هر حال خارج میشه از این سوخت ها به حداقل برسونه که مضر باشن برای محیط زیست. و حتی خوندم در یک مقاله علمی هم که بود، آلمان گویا که میخواد در حال منابع انرژی خودش رو که از راه هسته‌ای تأمین میکنه، چون در سیاست هاشون هست بعضی از احزاب که اگر به قدرت برسن این منابع هسته‌ای رو کم کم از بین میبرن. خب میان اینا میخوان از زباله ها استفاده کنند و حتی شمال آفریقا رو به عنوان بازار خودشون برای خرید زباله در نظر گرفته بودن که جایگزین کنن. خب حالا ما در مناطق در ایران در کل و کردستان خصوصا، مثلا منطقه شما، خب نه تنها این از این استفاده نمی‌کنه برای تولید انرژی، خب اینا رو چه کار میکنن؟ اینا رو ما میبینیم که کلیپ هایی رو به هر حال میبینیم که اینا رو در یه جا جمع میکنن، نمیدونم زیر زمین
میکارند. البته جدایی از این که هدیه ای که از پوتین گرفتن از این زباله های هسته ای رو که شنیدیم در مناطق کردنشین زیر خاک کردن که با کمترین زلزله ای خب این فاجعه ها درست میکنه. نظر شما در این مورد چیه؟ این رو چطور میبینید شما؟ آیا واسامی باز برمیگرده به سوی مدیریت این قضیه و ما میبینیم که یعنی اگر کسایی که الان هم در کردستان اگر شاید بگم 5-6 کیلومتری از هر شهری خارج بشی بوی تعفن زباله ها و پسمانده ها رو ما شاهدش هستیم و اگر در روزهایی که هوا خوبه از اون منطقه عبور کنی حتما باید شیشه های ماشین رو سریع بالا ببری که بوی تعفن زباله ها ازتون نکنه و این متاسفانه در اکثر شهرهای کردستان این قضیه رو ما شاهدش هستیم، اما خب در کشورهای پیشرفته، کشورهایی که حداقل میخوان خدمت کنن به مردم خودش و میخوان جامعهشون به طرف جلو بره، ما در کشورهای حتی این کشورهای عربی ما شاهد این هستیم، یعنی حتی سدهای زباله بسیار بزرگی رو گذاشتن که میتونیم یعنی زباله هایی که حالا پلاستیک، کاغذ یا چیزهای دیگه هستن جدا جدا اینها رو داخل این سطلا میذارن و مردم این رو با توجه به فرهنگ سازی شده که از طرف حکومت اینها باید اعمال بشه خیلی راحت مردم یاد گرفتن و زباله ها رو تفکیک میکنن و شهرداری هم باز از این تفکیک میاد بهره برداری های خاص خودش رو میکنه. اما در ایران، در جمهوری اسلامی ایران این حرف ها نیست. در جمهوری اسلامی ایران تمام اشغال ها و زباله ها و پسماند ها میان در یک جا بدون اینکه تفکیک بشه، بدون اینکه متاسفانه حتی ما شاهد این بودیم بارها و بارها پسماند های بیمارستانی که بسیار خطرناک هستند، بسیار خطرناک هستند و اینا حتما باید به شدت یعنی محافظت شده و در جاهای خاصی اینا حداقل دفن بشن، اما ما شاهد این بودیم که این رو در زباله های معمولی گذاشتن و با توجه به وضعیت معیشتی مردم ایران متاسفانه باید این رو بگیم خیلی ها هستن که درآمدشون یا بگیم زندگیشون از روی همین آشغالا میچرخه متاسفانه و چقدر وحشتناکه اگر ما این خبر رو بشنویم که بله یک بچه‌ای که متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی ایران مجبور شده بره داخل این آشغال‌ها بگرده برای اینکه بتونه پلاستیک و آهن و نمیدونم یک سری از این وسایل رو جمع کنه و بفروشه و بتونه 1000 تومن یا 2000 تومن در بیاره تا بتونه یه نون خشکی بخره برای شب. حالا این اگر خدای نکرده اتفاقی یکی از همین پسماندهای بیمارستانی، یکی از همین تیغهای جراحی، یکی از همین سوزنهایی که به هر حال تزریق شده و احتمال داره خب طرف هپاتیت داشته باشه، احتمال داره نمیدونم بیماری صعب العلاجی داشته باشه، اگر وارد دست این کودک بشه، این کودک کار بشه، کی جوابگویه؟ پس بله. مشکلات خیلی فراتر از اینها هستند و جمهوری اسلامی ایران برای قضایای خیلی ساده مثل همین زباله ها هنوز نتونسته یعنی کاری رو انجام بده، هنوز نتونسته. درسته مردمم تا اندازه‌ای به حال باید فرهنگ سازی بشه و خودشون راحت کنن، اما در نهایت فرض را بر این میگیریم که بله مردم اومدن زباله ها رو جدا کردن، آشغال ها رو جدا کردن، اینجا دیگه وظیفه حکومته که بیاد اینها رو بازیافت کنه و اینها رو به هر حال بتونه استفاده بهینه از اینا بکنه. اما در مناطق کردستان اصلا و ابدا چنین چیزهایی نیست، چنین خبرهایی نیست. در اجازه فرمایید این مطلب رو تکمیل کنم، در شهرستان بانه، در شهرستان سقز که من خودم شاهد بودم، باور کنید وقتی به طرف سردشت میری و جنگل‌های قشنگ بانه رو می‌بینی متاسفانه بوی تعفن آشغال یعنی همه چیز رو از یاد آدم میبره، همه چیز، و این خیلی به هر حال وضعیت اسفناکیه که ما شاهدش هستیم متاسفانه. البته نسبت به بعضی این کارها خیلی کار پیش با افتاده حقیقتا، اصلا لازم نیست که نظام این رو کشف کنه. حالا به هر حال در کشورهای مدرن ما شیوه های رو داریم که میتونیم کپی برداری کنیم، مثلا پسمانده های بهداشتی اینجا که بنده خودم در مسائل در بیمارستان کار میکنم، در روان پزشکی کودک و نوجوان، این پسمانده ها یک ارگان مخصوصی میاد اینا رو برمیداره و بعد اونجا کارمندان از دکتر گرفته تا پرستار و غیره همه میدونن که چی رو کجا بگذارن و تحویل چه کسی بدن. و حتی البته نسبت به این فرهنگ سازی هم خیلی مهمه. اینجا
مثلا بچه های کوچک رو یه چیزی رو بهش میده دیگه پرت نمی کنن. منتظر میشن یه سطح اشغال رو پیدا کنن و بذارن اونجا. فرهنگسازی شده چیزی که انجمن سبزیچیا و انجمن های محیط زیستی میخواستن این فرهنگسازی رو درست کنن، ولی اینکه این نظام با در و دیوار مخالفه و با هیچ چیزی سر سازگاری نداره به جز خرافات. خب آخرین سوال در مدت 2 دقیقه انشاءالله جناب آقای کریمی، میبینیم زمین های کردستان، بعضی از زمین های کردستان هم که حقیقتا میبینیم که بعضی از کشورها مثلا محصولات سبزیجات خودشون رو نمیدونم کشت گندم و بعضی چیزها رو کشاورزی رو در کل مدرن میکنن و برای اینکه یک کشاورزی هم داشته باشی اساس اینه که تو زمین و آب داشته باشی. در کردستان زمین و آب وجود داره، ولی زمین های کردستان بنده حقیقتا خودم شخصا بعضی از دوستان از مناطق سرپیروزه ها و مناطق مرزی کردستان عراق با ایران حتی عکسهایی رو فرستادن، بعضی از روستاها که تخریب شده دیگه هنوزم آباد نشده، مین گذاری شده، یعنی هدیه به هر حال رژیم به مناطق اهل سنت در کردستان همون مین گذاری بود، تا الان قدمی بر نداشتن. شما این رو چطور میبینید؟ یعنی اینقدر این نظام نتونه فقط یه کمی فکر کنه از این زمین و آب استفاده کنه برای بقای خودش، تولید کنه بفرسته مثلا یه جایی بفروشه؟ آیه باسمی، هیچگاه نظام جمهوری اسلامی ایران و هیچگاه سیستم هایی که بر حال مثل جمهوری اسلامی ایران باشند و دیکتاتوری باشند و استعمارگر باشند نمیخواهند که این مناطق آباد بشن. اگر کردستان آباد بشه خب نیازی به مرکز دیگه نداره، برای همینه که تمام سعی و تلاشش بر اینه که کردها وابسته به مرکز باشن. اگر من یک نمونه، البته ربطی به این بحث نداره، اما خب از توانمندی ها، از نعمت های خدادادی که الله متعال به مناطق کردستان داده، مثلا در شهرستان قروه یک معدن طلا وجود داره، معدن طلای ساریگونی، اگر دوستان در اینترنت سرچ کنن، خبرگزاری های رسمی ایران هم آوردن، 50% طلای ایران از این معدن تولید میشه. در کجا واقع شده؟ در کردستان. این فقط معدن طلای ساریگونی قروه است. در سقز هم باز ما معدن طلا داریم، یکی دو تا. در تکاب هم ما باز معدن طلا داریم. یعنی بس اینه اگر کردستان رو رها کنن، یعنی فقط دست کردها باشه، دست خودشون باشه، بار بفرمایید منابع طبیعی، زیرزمینی، غیر طبیعی، نیروهای انسانی توانمند، اینقدر ما توانمند هستیم که بتونیم در بهترین شرایط ممکن مردم زندگی کنند. این حرفی رو که من میزنم ادعا نیست، این رو که خدمت شما عرض میکنم طبق آمارهایی که خود مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتن در مورد کشاورزی، در مورد تمام الان مثلا توت فرنگی در سنندج که تولید میشه و سنندج خود به توت فرنگی ایرانه، چرا هیچگاه جمهوری اسلامی ایران نیومده این قضیه رو علنا مطرح نکرده و روش سرمایه گذاری نکرده؟ اگر این توت فرنگی که در سنندج تولید میشه در هر کشور دیگه بود، باور کنید بهترین کارخانه های تولید و بسته‌بندی براش درست میشد تا اون صادرات بشه و یک رونق اقتصادی هم به منطقه و هم به کل اون کشور داده بشه. اما نه، جمهوری اسلامی ایران هیچگاه این رو نمیخواد و دقیقا هدفش اینه که مناطقی که در اون اتنیک ها زندگی میکنن وابسته به مرکز باشن. اگر این وابستگی از بین بره و کردها بتونن در مناطق خودشون مستقل باشن، 100% و با جرأت میگم بهترین مناطق، و اگر به صورت کشور هم حتی فرض کنیم میتونیم بگیم یکی از بهترین، متمدنترین و پیشرفته ترین کشورها با توجه به توانمندی هایی که داریم میتونیم داشته باشیم. بله، البته موضوع بسیار جالبی هم شما مطرح فرمودید. دوستانی که زنگ میزنن بنده تماس ها رو وصل نمی کنم، نسبت به معادلی بود که ازش به هر حال معدن های مختلفی ازش استخراج میشه که اینجا هم در سوئد این هم تحت زیر کنترل بسیار جدی هستش که به محیط زیست آسیب نزنه. یعنی در مناطق مثل این که در مناطق کردستان و مناطق اهل سنت تنها یک نوع غارتگری رو میبینیم که همراه با تخریب کردن محیط زیست هستش. بله جناب آقای حسن کریمی، عضو شورای مرکزی جبهه اهل سنت ایران، از اینکه در این برنامه شرکت فرمودید خیلی خیلی متشکرم و اگر فرمایش پایانی دارید بفرمایید، در خدمتم. خواهش میکنم، آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه بینندگان عزیز. شب و روز خدا یار نگهدار. خدا نگهدار شما، خداحافظ شما، موفق باشید.
بله بینندگان عزیز و محترم برنامه گفتگو، انشاءالله حالا سعی میکنیم که با جناب آقای عبدالرؤوف ملازهی تماس رو برقرار کنیم. ایشون فعال مدنی بلوچ هستند و میخوایم در مورد منطقه بلوچستان که یکی از مناطق حقیقتا محروم و مناطق نماد، میتونم بگم نماد مظلومیت اهل سنت هست در ابعاد مختلفی، از زبان ایشون به عنوان یک فعال بلوچ که بدبختی ها رو در ابعاد مختلف لمس کرده با ایشون در این مورد صحبت کنیم و سعی کنیم که مشکلات رو از زبان خود ایشون بشنویم. منتظر هستیم که ایشون جواب بدن، همانطور که من همیشه این حرف رو میزنم که ما مافیای رسانه‌ای نظام ولایت فقیه رو نداریم، هرچند کمترین بیننده رو داره. سعی میکنیم با اقل امکانات در خدمت شما باشیم و به هر حال مشکلات خودمون رو منعکس کنیم. جناب آقای عبدالرؤوف ملازهی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صدای بنده رو دارید؟ علیکم السلام و رحمت الله. بله من صدای شما رو دارم، در خدمت شما هستم. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه. بله به برنامه گفتگو خوش آمدید جناب آقای ملازهی عزیز. امروز میخوایم در مورد مشکلات محیط زیستی بلوچستان هم صحبت کنیم. در مورد کردستان جناب آقای کریمی مشکلات منطقه رو کم و بیش با هم صحبت کردیم. شما به عنوان یک فعال و یک تحلیلگر، یک پژوهشگر بلوچ، یک فرد بلوچ از بلوچستان، مشکلات زیست محیطی رو در اونجا اگر جمع‌بندی بفرمایید، این مشکلات رو در چه چیزهایی می‌بینید؟ جناب آقای ملازهی عزیز صدای بنده رو دارید؟ بله دوباره با ایشون تماس رو برقرار می کنم، ببینیم خدا کنه مشکلی پیش نیاد. شما هم یکم صبر داشته باشید و ببخشید، در حال امکانات ساده دیگه این مشکلات رو باید انتظارش رو داشت، ولی سعی می کنیم که انشالله پیاممون رو برسونیم. عزیزان ما در بلوچستان هم حقیقتا با مشکلات بسیار جدی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم و برقرار شد زنده باشید، سلامت باشید. موافق باشید جناب استاد عبدالرؤوف ملازهی، از این که به هر حال شرکت رو در برنامه قبول فرمودید متشکرم و جزاکم الله خیرا. سوال اول بنده این بود، شما به عنوان یک فعال مدنی بلوچ، به عنوان یک بلوچی که بلوچستان شده نماد مظلومیت اهل سنت، امروز موضوع برنامه ما در مورد مشکلات زیست محیطی هستش که به سبب سیاست های حاقدانه نظام ولایت فقیه در مناطق مختلف اهل سنت یک کمی غلظتش بیشتر از مناطق دیگر ایران هستش. شما به عنوان یک بلوچ در بلوچستان مشکلات زیست محیطی رو در چه نقاطی میبینید؟ اگر برای ما بفرمایید. عرض به حضور شما ابتداعا خدمت شما و همه بینندگان عزیز شبکه توحید سلام عرض میکنم و همچنین واقعی اخیر اعدام ستن از فعالان اهل سنت کرد رو به ملت کرد و همچنین حمله امروز دستگاه های نظامی رو به منطقه کردستان، این رو هم مظلوم و محکوم می دانیم و کردستان باید بگم که کردستان خودش یک منطقه بسیار گسترده و خیلی بزرگ هست با مساحت
شخار
بله 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 مردم مجبور شدن که رو به سمت کارهای
کردستان هست الان زندگی کشونه که یک پشته تشتری با دوری را به این عمر من ببرن و از عمرم که جاش یک فرنج بیارن و یا این که میخواد در من از بحث دریا اگر بیاییم دریا هم با همین مشکلات رو داریم قرضه ها بسته شده مردم نمیتونن کار تجارت رو من دارن نتیجه دچار مشکلات هستن و این جمعیت جوان و که مسکن میخواد ازدواج میخواد تحصیل میخواد و از همه اینها اگر محدود باشه خب باید حالت اضطرار باید یک کاری بکنه و نهاستر همین که میخواد یک فرنجی جابجا بکنه یا یک گاله بنزین رو جابجا بکنه نهاستر به طرفش دیداندازی میشه کشته میشه جوان مردم زون آوره و خانه از بین میره و در خبانی دوتر هم ما داریم دریای بله متاسفم بله بله انشاءالله بله در یکی دو دقیقه انشاءالله فرمایشات خودتون رو جمع‌بندی بفرمایید استاد ملازعی به وقت پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم بفرمایید انشاءالله بله متاسفانه تماس ایشون قطع شد. به وقت پایانی برنامه هم نزدیک شدیم. بنده نمیخوام وقت برنامه های بعدی رو بگیرم ولی موضوع بسیار مهمی رو داشتن اشاره میفرمودن که اینکه میخوان سیمای جمعیت باخت جمعیتی رو در بلوچستان تغییر بدن و ایشون میخواستن به این موضوع هم اشاره بفرماین. بله. برای اینکه خداحافظی هم ازشون کنیم انشاءالله با اجازه شبکه که دو دقیقه وقت اضافی بدن باشون تماس میگیرم دوباره خدا کنه به هر حال تماس واسه بشه پیام پایانیشون رو هم بشنویم سیاست هایی که اتخاذ میشه در راستای تخریب کامل حقیقتا مناطق اهل سنت هستش که این هم یک نوع سیاست سنی زدایی و از بین بردن اهل سنت هستش که این نظام باهقتی که داره نسبت به اهل سنت این سیاست ها رو اتخاذ میکنه. جناب ملا زهی عزیز دوباره سلام علیکم. بفرمایید از اون نقطه‌ای که بله بفرمایید در دو سه دقیقه ان شاء الله فرمایشات خودتون رو جمع‌بندی بفرمایید. و محل زیست ما از همه طرف با سوء مدیریت و با برنامه های نادرست
دچار مشکل میشه با بله صدا دوباره اینجا قطع نشده ولی صدا نمیاد متاسفانه صدا نمیاد بله خب عزیزان بیننده جناب آقای ملازهی عزیز ببخشید به هر حال دوباره قطع شد ما یه قاعده کلی قرآنی رو داریم خداوند متعال میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قسمتی از یک آیه رو ولا تقف ما ليس لك به علم فرد مسلمان به عنوان یک فرد حالا چه برسه به عنوان یک نظام و یک شیوه حکومتی یک اداره یک جریان نباید چیزی رو که بهش علم نداره پیروی کنه ازش صحبت کنه یعنی به معنای دیگر باید کار به دست کاردان سپرده بشه این قاعده ای هستش که در غرب تطبیق میشه هر کاری رو به دست اهل فن و اهل تخصص می سپارن ما میبینیم در ایران آخوند زده در ایران خرافات زده کجای یک برنامه و یک ارگان رو معرفی بفرمایید که یک آخوند درش نباشه خب آخوندی که در حوزه علمیه قوم هر چیزی رو به خوردش میدن بجز علم دنیوی روز و بجز قرآن و عقیده صحیح چطور میخواد منطقه رو اداره کنه؟ چطور میخواد کشورداری کنه؟ چنین کسانی با چنین افکار و معتقداتی باید خب نتیجه حکومتداریشون تخریب کامل محیط زیست باشه که امروز برنامه ما هستش ولی به نسبت مناطق اهل سنت چه در بلوچستان باشه چه در جنگل های در حال شمال باشه و مناطق ترکمن صحرا باشه چه در کردستان و مناطق کردنشین باشه این یک قسمتی از سیاست های رژیم هستش در مقابله و در مبارزه و در حذف و ذوب و به حاشیه راندن تدریجی و از بین بردن تدریجی اهل سنت هستش و ما باید هوشیار باشیم راه چاره چی هستش راه چاره اینه که بله در چارچوب همین قانون اساسی نظام حرکت کنیم کسانی که فعال محیط زیستی هستن اصل 50 قانون اساسی نظام که در اول برنامه قرائت شد در جمهوری که میگه این اصل اصلشون میگه چی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبروشی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می‌شود بعد چی میگه از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است یعنی اجازه بدن که ما فرهنگسازی کنیم که انجمن‌های محیط زیستی مثل انجمن سبز چیا در کردستان و در بلوچستان در مناطق مختلف ایران به داد محیط زیست برسند اگر محیط زیست تر به تخریب بشه زندگی برای انسان مشکل میشه این نعمتهایی هستش که خدا به ما داده و شکر و سپاسگزاری نعمتها به این معنی هستش که از آن استفاده صحیح داشته باشیم تا برنامه دیگر که با موضوع دیگری در خدمتون خواهم بود همگی شما عزیزان رو به خداوند متعال می سپارم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته علیکم السلام و رحمت الله و خیلی ببخشید دکتر جان برنامه رو ضبط فرمودید انشاءالله که بله ضبطش کردم جزاکم الله خیرم خیلی خیلی ببخشید سلامت باشید سلام علیکم و رحمت الله